خلیل یوسفی را چه کس تهدید و مرگ کرده و گفتنی های وای برای آرزو خانم که ادعا می کند که کمپوز را به قیمت بالا خریده و خلیل او را ازش دزدیده. خلیل یوسفی در استوری فیسبوکش چنین حقایق را برملا ساخته است. با سلام و درود به هموطنان عزیزم. مردم خیلی سوال ها دارن و ما تمام آنها را جوابگو هستیم. این حق مردم است که بدانند که واقعا چرا و به چراهای مردم باید جواب داده شود. زمانی که به برنامه ستاره افغانستان در تلویزیون طلوع قدم گذاشتم، می دانستم که با مشکلات روبرو خواهم شد، چون افغانستان در شرایط جنگ دست و پنجه نرم می کند و من هم به نوبه خود باید وظیفه خودم را انجام بدهم و برای مردم رنج کشیده کشورم آواز بخوانم. و کشور سوئیس را به این هدف ترک کردم، ولی نمی دانستم که واقعا چی بلاهای قرار است بر سرم بیاید. و با خواندن آهنگ خراسان موجی از تهدیدها را دریافت کردم و سعی کردم به هرات برگردم تا بتوانم زندگی عادی را شروع کنم. اما افسردگی این که من هدف دارم مرا تحت فشار قرار داده و نمی توانستم به هنرم ادامه بدهم. بعد هم در یک روز جمعه برای ادای نماز به مسجد جامع خواجه عبدالله انصاری رفتم که ندانستم مرا وارد بازی بردن و از من درخواست آذان دادن شد. وقتی خودم را در بین مردم دیدم و دیگر راهی نبود اگر نه به سرنوشت فرخنده دچار می شدم، ولی گفته های آناخون گفته من نبود که آمده و توبه می کند. من واقعا چرا باید توبه می کردم؟ من کلمه گوی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. یک لحظه فکر کردم اینها فکر کردن من از یک دین دیگر هستم، اما در نهایت باز هم مجبور به سکوت بدون هیچ اعتراض شدم. و باز هم موجی از تهدیدها از هرات به من رسید که واقعا جریان چیست؟ چرا خلیل توبه کرده و حتی توهین مردم را نیست تحمل کردم؟ از علمای همان خواجه عبدالله انصاری پیام دریافت کردم که اگر صدای خودم را بکشم جان خودم را از دست خواهم داد. از خبرگزاری های مثل بی بی سی و غیره همراه مدیر برنامه های من با تماس شدن، اما من حاضر به پاسخگویی نشدم، چون واقعا موضوع خیلی جدی‌تر از این حرفا بود. و بعد از مشوره به کابل برگشتم که بالای من حمله شد و از ناحیه سر و بینی زیاد صدمه دیدم. که همان شبی که بالای من حمله صورت گرفت موفق به فرار شدم. آنها پلان ربودن من را داشتند که موفق نشدند. و با کمک خانواده به حالت بدی که داشتم به هند رفتم برای عمل بینی و تداوی یک قسمت از سرم که ضربه خورده بود. بعد از عمل که عکس های آن در استوری بعدی میبینید، دیگه افغانستان را جای امن برای خودم ندیدم و به ایران مهاجرت کردم و در سکوت سعی کردم از استعدادی که دارم استفاده کنم و مخارج زندگیم را پیدا کنم، چون آنجا هم از ترس نمیتوانستم اجرا داشته باشم و شروع به کمپوز و ساخت شعر کردم و با درخواست هایی که به من میرسید با آنها کمپوز و شعر میدادم و مبلغ خیلی ناچیز دریافت میکردم، چون واقعا شرایط خیلی بدی داشتم. کاش یک هنرمند در این سرزمین بیشتر درک میشد توهین کردن، دزد گفتن برای کمپوز خودم، برای نماز خواندنم و آذان دادنم حتی توهین شدم. برای اینکه میخواستم مردم عزیزم را شاد کنم و آهنگهایی که اصلا سبک من نبود خواندم، سبک و لوده گفتن. برای اینکه نظر شخصیم را گفتم، گفتن چرا سکوت نکردی؟ گفتم برای فرار از افسردگی و حتی تهدیدها ادامه هنر بهترین راه برگشت دوباره به اروپاست. و تصمیم گرفتم تا از راه ترکیه به اروپا بروم که متاسفانه موتوری که من در آن بودم دچار حادثه شد و باز از ناحیه سر مجروح شدم و فراموشی کامل. بعد یکی من را شناخته بود و با اسنادی که همراه من بود به خانواده من اطلاع داده شد و به مدت بیشتر از 6 ماه در بستر بیماری بودم و خداوند دوباره مرا فرصت دوباره به زندگی داد. شکر خدای نازنین را. بعد از 2 ماه که سلامتی خودم را به دست آوردم، تلویزیون طلوع همراه من با تماس شد و از من خواستن که در برنامه خوبه بر ستاره حضور پیدا کنم و من هم چشم خودم را به همه اتفاقها بستم و برای ادامه و سکوت 2 ساله خودم در برنامه ابر ستاره اشتراک کردم.
ولی از آنجایی که چند دانه کمپوزی که به بعضی از دوستان داده بودم را تمام میکردم، متاسفانه نه با آنها برتباط بودم و نه هم گوشی داشتم تا با آنها برتباط شوم. تا کار نیمه را تمام کنم من از آنها معذرت خواهی میکنم. این خانم ادعا میکند که کمپوز از من با مبلغ بسیار بالا خریده و حق پخش را هم من به ایشان دادم. این خانم کار وطن در تلویزیون تولو 4 سال پیش پخش شده بود را به صورت هدیه دریافت کرده و مبلغ 1,000,000 تومان که معادل 40 دلار آمریکایی است را پرداخت کرده و قرار بوده بخونه، ولی اثری که من خلق کردم را حق لایف خواندن آن را هم دارم و از کسی کلاهبرداری هم نکردم. اما ایشان تا توانست تاخت و از این فرصت برای شهرت و یک موضوع دیگر که توضیح خواهم داد استفاده کرد. ایمیل ها و مدارک دیگه هم استوری میشه. نوشته آخری که استوری شده بود از برادر همان خانمی بود که ادعای به جای خودش سعی کرد خودش را مظلوم جلوه دهد و ما را هم دوز و معتاد. واقعا به اینها میگوین هنرمند، آیا خجالت نمیکشید که میخواهید آبروی یک تلویزیون و یا یک شخص؟ کسی که مرا تهدید به مرگ میکنه باید فراموش نکنه که من از مرگ نمیترسم، چون تجربه یک بار مردن را دارم. شاید بتوانید، اما صدای من برای مردم ماندگار خواهد بود. این که میبینید خلیل یوسفی خیلی شیک و مجلسی روی استیج میآید به این معنی نیست که در پول و دارایی غرق است. کاش بهتر یک هنرمند در این کشور درک میشد. من نه خواننده مجلسی هستم که درآمد داشته باشم و نه هم پولی دارم که برای خودم رای بخرم و نه هم یاد دارم مظلوم نمایی کنم که کسی از روی دلسوزی برای من رای بدهد. فقط چند دقیقه خواستم از آبروی خودم دفاع کنم و سعی کنم مردم عزیز را با واقعیت تلخ افغانستان وحشتناک روبرو کنم. متاسفانه خیلی از هنرمندها از طالب و داعش هم بدتر هستند.